بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعات مربوط به ریاضی در بخش کسرها را خواندیم و این موضوع بسیار اهمیت داره. شما در درسهای بعدی هم نیاز به این دارید که محاسبات بالای کسرها را انجام داده بتانید. کسر عام و کسر اعشار، عملی جمع و تفریقشان یا از جمله موضوعات بسیار مهم در ریاضی هستند. خب، به ادامه درسهای روز گذشته تبدیل عدد اعشار به کسر عام میخوانیم. اگر در سوالی کسر عام را برای ما داد و گفت ایره شما به عدد اعشار تبدیل کنید، طریقه حل سوالیه که ما صورت را بر مخرج تقسیم کنیم. مثلا 1/2، 1/2 کسر عام هست و اگر ما این کسر عام را به عدد اعشار تقسیم کنیم نیاز به یک تقسیم هست، تقسیم صورت بر مخرج. 1/2 تقسیم میکنیم. خب 1/2 نمیرسه، اینجا 0 و اینجا 0.2 را میمانیم. 10/2 5 میرسه و 5 ضرب 2 10. اگر تفریق سوال کار کنیم 0 باقی میمانه. 1/2 کسر عام و 0.5 عدد اعشار هست. به این دلیل که بعد از یک مرحله تقسیم باقی مانده سوال 0 شد، ما این را به نام عدد اعشار محدود یاد میکنیم. اگر بعد از یک مرحله، بعد از دو مرحله، بعد از سه مرحله باقی مانده سوال 0 شوه، او عدد عدد اعشار محدود گفته میشه. خب مثال دوم، این بار گفته شده که 2/11 کسر عام هست به عدد اعشار تبدیل شوه. صورت سوال 2 و مخرجم 11. باید در حل سوال صورت را بر مخرج تقسیم کنیم. 2 تقسیم بر 11. خود 2/11 نمیرسه، اینجا 0 و اینجا 0.2 را بانید. خب 20/11 1 میرسه، 1 ضرب 11 11. اگر تفریق سوال کار کنیم 9 باقی میمانه. خب باز هم اینجا 0 علاوه میکنیم. 90/11 8 میرسه، 8 ضرب 11 88. و اگر تفریق شد 2 باقی میمانه. باقی مانده سوال و صورت یکسان شده، هرچه عملیه را ادامه بدیم باقی مانده سوال 0 نمیشه، بلکه 2 و 9 هر مرحله باقی میمانه و خارج قسمت ما هم 2 رقم تکرار میشه، 0.18 1 8 1 8، و به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. پس این عدد اعشار یک عدد اعشار نامحدود هست که ایره به نام متوالی ساده هم یاد میکنیم. متوالی ساده. خب این سوال مساوی شد به 0.18. اگر ما به این صورت نوشته کردیم یعنی عدد اعشار محدود بوده. به این دلیل که نشان بدیم که این نامحدود هست، متوالی هست، میتونیم بالای ارقام 1 و 8 نقطه ها را بانیم، یا میتونیم 1 و 8 را بین قوس ها نوشته کنیم، 18 بین قوس، یا میتونیم این را به صورت متوالی در نظر بگیریم با ترسیم یک خط، 0.18 متوالی. و مثال دیگه مربوط به سوالی هست که 1/6 بوده. خب صورت تقسیم بر مخرج، 1/6. 1/6 نمیرسه، اینجا 0 و اینجا 0.2 را باید بانیم. 10/6 1 میرسه و 1 ضرب 6 6، تفریقشان کار میکنیم. اگر از 10 6 کم کنیم 4 باقی میمانه و اینجا 0 میمانیم. 40/6 6 میرسه، 6 ضرب 6 36، و اگر تفریقش باز هم 4 باقی میمانه. هرچه ما ادامه بدیم این بار باقی مانده سوال 4 هست. به عدد اول به صورت نرسیدیم که او عدد از اول تکرار شود، بلکه به عدد 4 میرسیم و هر مرحله 4 تکرار میشه و در خارج قسمت هم رقم 6 هست که تکرار میشه. یک رقم هست که تکرار نمیشه، او 1، و رقمی داریم که متوالیه و او هم 6 هست. پس این سوال مساویه به 0.16 متوالی. پس خط را بالای 6 ترسیم میکنیم. این سوال به نام متوالی مرکب یاد میکنیم. متوالی مرکب به این دلیل که بعضی از ارقام سوال داره تکرار میشه و رقم 6، ولی ارقامی داره که تکرار نمیشه و او رقم هم 1 هست. موضوع تبدیل کسر عام به اعشار تکراری از درس گذشته بود. شما باید بسیار زیاد دقت کنید.
در حل سوالا یک روش داریم و او همی است که صورت را به مخرج تقسیم کنیم. ولی نتیجه ما، حاصل تقسیم ما شکل‌های مختلفی را داره. اگر باقی مانده صفر شد، او نامش محدوده. اگر باقی مانده صفر نشد، ای باز خودش به دو بخش تقسیم شده. اگر تمام ارقام تکرار شوه و ما به صورت برسیم، او متوالی ساده گفته میشه. ولی اگر ارقامی بود که تکرار نامد، ارقامی بود که متوالی بود و ارقامی که متوالی نبود، او به نام متوالی مرکب یاد میشه. امروز درسی که میخوانیم برعکس این عملیه هست. اگر برای ما عدد اعشار داد، او را چی رقم به کسر عام تبدیل کرده میتونیم؟ این قسمت خودش سه موضوع هست، به این دلیل که ما سه نوع عدد اعشار داریم. اول، تبدیل عدد اعشار محدود به کسر عام هست. خب این قسمت های تقسیم به خاطر تبدیل کسر عام به اعشار مورد استفاده قرار گرفت. موضوعی که حالی ما در این قسمت برای شما کار میکنیم برعکس عملی پیشتره، تبدیل کسر عدد اعشار به کسر عام. مثال اولی 0.5 هست. 0.5. اول این سوال به عدد اعشار تبدیل کنید، یعنی 5 در صورت نوشته کنید. 5 در صورت به جای علامه اعشار یک رقمی 1 تا 0 که در نتیجه 10 به دست میآید. 5 برده 0.5 کسر عدد اعشار است که به کسر اعشار تبدیل شد. 5 برده اگر قابلیت اختصار داشت، اختصار سوالم کار کنید. 5 به 5 1 میرسه، 10 به 5 2 میرسه. 1 بر 2 کسر عام هست. در حقیقت یک امتحانی از سوال بالا بود. مثال دیگه 0.12 کسر عدد اعشار. گفته شده که این سوال به کسر عام تبدیل کنید. 12 را در صورت نوشته می کنیم. 12 در صورت به جای اعشار 1 و 2 رقم داریم، 2 تا 0 نوشته می کنیم. 12 بر 100. 12 بر 100 اگر قابلیت اختصار نداشت، اما تبدیل سوال است. اگر قابلیت اختصار داشت، اختصارش هم کار کنید. 12 و 100 هر دویشان به 2 پوره تقسیم شده میتونه، به 4 هم پوره تقسیم شده میتونه. بهتر است به عدد بزرگ تقسیم کار کنیم. 12 به 4 3 و 100 به 4 25 میرسه. جواب صحیح سوال 3/25 بوده، نتیجه که بعد از آمد. در تبدیل کسر عام به عدد اعشار روش های مختلفی را داریم، نظر به نوعیت عدد اعشار، که در این سوال ما عدد اعشار محدود را کار کردیم. بعد از یک وقفه موضوعات بیشتری را از تبدیل کسر عام که عدد اعشار به کسر عام کار می کنیم. خب مثالی که پیشتر کار شد 0.12 بود که اول ایران نوشته کردیم 12/100 و بعد از او به 4 اختصار کردیم 3/25 به دست آمد. خب حالا اگر مثالهای دارای عدد صحیح بود، مثالهایی که دارای عدد صحیح هستند، او را چی رقم به کسر عام تبدیل کرده میتونیم؟ خب مثالی که در این قسمت آمده 3.6 هست. 3.6 اگر سوال ما دارای عدد صحیح بود، دو روش به خاطر حل سوال هست. یک روش ای هست که ما عدد صحیح را پالوی خط بر نوشته کنیم و روش دوم ای هست که ما عدد صحیح را در صورت نوشته کنیم. مثال اولی 3.6 هست. خب 3.6 عدد اعشار محدود هست. اول 3 را نوشته می کنیم 3 صحیح، بعد از او 6 در صورت نوشته شوه و به این دلیل که یک رقم اعشار داریم در مخرج 10 نوشته شوه. اختصار سوال کار می تانیم. 6 و 10 را به 2 اختصار کرده می تانیم. این 3 خودش هست، 3 خودشه. 6 به 2 3 می رسه و 10 به 2 5 می رسه. 3 صحیح 3/5 تبدیل سوال به کسر عام هست. روش دومی هست که ما 3 را در صورت نوشته کنیم، یعنی نوشته کنیم 36/10 به جای اعشار 1 رقمی 0 36/10. 36/10 بر 2 پوره قابل تقسیم است. اختصار کرده میتونیم 36/2 18 میرسه
و 10 هم به 2 5 میرسه. هر دو جوابی که به دست آمده معادل یک دیگه هست. شما میتونید یک جواب را به جواب دیگه تبدیل کنید. میتونید این کسر غیر واقعی را به عدد مخلوط تبدیل کنیم یا عدد مخلوط غیر واجب شوه. 3 ضرب 5 15 با 3 جمع شوه 18، مخرجم خودش هست. پس اگر سوال ما دارای عدد صحیح بود، ما میتونیم عدد صحیح را در صورت نوشته کنیم و یا ما میتونیم که عدد صحیح را در اول نوشته کنیم پیش از کسر. در نتیجه سوال ما به عدد اعشار تبدیل شده میتونه. خب آلی، همین سوالا را در نظر میگیریم در صورتی که متوالی باشه و شما یاد گرفتید که عدد اعشار متوالی به 3 بخش هست که بخش اول از اون محدود بود و به 2 بخش هست که متوالی ساده و مرکب هست. در این قسمت برنامه ما تبدیل عدد اعشار متوالی ساده رو برای شما کار میکنیم. 0.12 متوالی گفته شده به کسر عام تبدیل شده. اگر در این سوال 12 متوالی نبود، این رو نوشته کرده میتونیم 12/100، این رو یاد گرفتید. حالی که متوالی هست، شما نمیتونید در مخرج ارقام 10، 100، 1000 و دیگه ارقامی که خواندیم را نوشته کنید. شما در صورتی که متوالی هست به تعداد ارقام متوالی باید در مخرج 9 نوشته کنید. این سوال دارای 2 رقم متوالی است. پس ما در مخرج باید 2 رقم 9 را نوشته کنیم. 12 در صورت نوشته شده. 12 در صورت به این دلیل که 2 رقم متوالی داره 2 دانه 9 رو نوشته میکنیم. 12/99، 12/99 قابلیت اختصار داره. ما این سوال به 3 اختصار کرده میتونیم. 12/3 4 میرسه و 99/3 33 میرسه. نتیجه سوال 4/33 شده. به همین ترتیب اگر سوال آمد که 0.6 متوالی را به کسر عام تبدیل کنید، از کجا میفهمید که این سوال متوالی هست؟ از خطی که بالای 6 ترسیم شده. گفتم اگر 6 بین قوس بیایه یا بالای 6 نقطه آمد، تمام از یا نشان میده که عدد اعشار متوالی هست. اگر سوال ما متوالی نبود، 0.6 در اون صورت 6/10 میگیریم و اختصارش کار میکنیم. حالی که یک رقم متوالی داره، در مخرج باید 9 نوشته شوه. 6/9. اگر سوال اختصارش کار کنیم، به 3 اختصار شده میتونه و نتیجه سوال 2/3 هست. اگر در این قسمت عدد صحیح هم آمد، 1.3 متوالی، در تبدیل این سوال به عدد اعشار به کسر عام فقط ما یک قانون را میتونیم استفاده کنیم. او قانون ای است که یک را عدد صحیح بگیریم. این بار دیگه شما نمیتونید که 13 را در صورت و 9 را در مخرج نوشته کنید. در حل این سوال باید نوشته کنیم 1 صحیح و 3/9. 1 خودش هست عدد صحیح، اختصار سوال کار میتونیم. 3 و 9 به 3 اختصار شده میتونه که در نتیجه 1/3 به دست میآید. حاصل سوال 1 صحیح 1/3 هست. خب پیشتر یک قانون خواندیم که 13 را در صورت نوشته میکردیم و 10 را در مخرج. در اعداد غیر متوالی، در اعداد محدود از دو روش استفاده میتونید، ولی در اعداد غیر متوالی، در اعداد متوالی یک را عدد صحیح میگیریم، عدد اعشار در صورت و مخرجم 9. ولی روش دیگه هم که میشه استفادهش مربوط به درس دیگه هست، ای است که ما از 13 یک را منف کنیم که 12 بمانه. 12/9 که همینطور معادل به این سوال شده میتونه. این موضوع تبدیل عدد اعشار متوالی بود. حالا اگر متوالی مرکب آمد، او را چه رقم تبدیل کرده میتونیم؟ 0.24 متوالی. ای عدد اعشار داده گفته و ای را به کسر عام تبدیل کنید. 0.24 متوالی. خب 0.24 متوالی هست. این سوال به این معنی است که رقم 2 تکرار نمیشه، 0.2، ولی رقم 4 هست که داره تکرار میشه. 4 تا لایتنایی را محدود نیست. خب طریق حل سوالی است که ما اول 24 را نوشته کنیم، 24، و رقم 2 متوالی نیست، رقم 2 تفریق شود،
سوال نوشته کنیم. سوال ما 24 منفی ارقام غیر متوالی، منفی ارقامی که بدون خط هست، منفی 2. بعضی شاگردا یادشان میره و 4 منف میکنه. زیاد دقت کنید، غلط هست. شما باید از 24 ارقامی که متوالی نیستن وارا منف کنید. در مخرج به جای 4 که متوالی هست 9 و به جای 2 که متوالی نبوده 0 باید بانیم. به تعداد ارقام متوالی 9 و به تعداد ارقام غیر متوالی 0 ها را بانیم. اختصار سوال تفریق و اختصار سوال کار می کنیم. اگر از 24 2 را کم کنیم 22 باقی میمانه و 90 هم خودشه. 22/90 22/90 قابلیت اختصار داره. ما این سوال به 2 اختصار کرده میتونیم. 22/2 11 میرسه و 90/2 45 میرسه. دیگه از این بیشتر قابلیت اختصار نداره. 11/45 نتیجه یا حاصل این سوال است. در این قسمت سوالی که کار شد عدد اعشار متوالی مرکب بود. بعد از یک وقفه سوالی را که محدود، متوالی ساده و متوالی مرکب است را یک بار دیگه به کسرام تبدیل می کنیم. تبدیل کسر اعشار یا عدد اعشار به کسر عام یک موضوع بسیار مهم هست. یک بار دیگه با در نظر گرفتن چند مثال همین موضوع را تشریح می کنیم. موضوعی که در این قسمت خوانده شد مربوط به اعداد اعشار محدود، متوالی ساده و متوالی مرکب هست. 0.1، 3.5، 0.1، 3.5، هر سه رقم متوالی، 0.1، 3.5، 35 متوالی و 0.1، 3.5، تنها 5 متوالی است. سوالاتی که در این قسمت برای ما داده شده و گفته شده که شما این سوالا را به کسر عام تبدیل کنید. اول نامگذاری سوال. این اعداد اعشاری از خود نام داره و شما باید نامگذاری از اونم یاد داشته باشید. این سوال عدد اعشار محدود گفته میشه. عدد اعشار محدود بدون خط هست. این سوال به خاطری که بالای تمام ارقامش خط ترسیم شده متوالی ساده هست. این سوال متوالی به این دلیل که بالای تمام ارقام خط ترسیم شده متوالی ساده. سوال سوم 0.1، 3 و 5 متوالی. خوب دقت کنید، در این سوال بالای یک خط ترسیم نشده، فقط بالای 3 و 5 خط ترسیم شده. این را به نام متوالی مرکب یاد می‌کنیم. متوالی ساده بالای تمام ارقام خط ترسیم شده، ولی متوالی مرکب بالای بعضی از ارقام. و این سوال باز هم متوالی مرکب هست به این دلیل که تنها بالای 5 خط ترسیم شده. خب در تبدیل مخرج ها را دقت کنید. اگر سوال ما محدود بود در مخرج به تعداد ارقام صفر ها را میمانیم که در این سوال باید 1000 نوشته شود. در این مثال که هر سه رقم متوالی هست باید 999 را نوشته کنیم. 999. در این سوال که بالای دو رقم خط کشیده شده و یک رقم بدون خط هست باید 990 نوشته شود. 2 تا 9 و 1 تا 0، 990. و در این مثال که بالای یک عدد خط و 2 رقم بدون خط هست ما باید 900 را نوشته کنیم. بجای 5 که متوالی 9 و بجای 2 رقمی که غیر متوالی 0 ها. مخرج ها را تشریح کردیم و نامگذاریشان را. آره، این سوال ها را به ترتیب من کار می کنم. سوال اول 135 در صورت نوشته شده. 135 در صورت بجای اعشار 1، بجای اعشار 1 و به تعداد ارقامش صفرها را میمانیم. 135/1000. این سوال به 5 قابلیت اختصار داره و من مطمئن هستم که در قسمت اختصار نظر و مثال هایی که کار شده مشکلی باقی نمانده. سوال دیگه 0.135 متوالی. 135 را باید در صورت نوشته کنیم. 135 و به این دلیل که 3 رقم متوالی هست باید 3 دانه نور را در مخرج نوشته کنیم. این سوال شما میتونید به 3 و به 9 اختصارشان کار کنید. مثال دیگه 0.135 یک متوالی نیست و 35 متوالی هست. ما در حل این سوال
دهل سال 135 را در صورت نوشته میگانیم 135 منفی ارقام غیر متوالی، منفی ارقامی که دارای خط نیست، منفی یک. در مخرج بجای دو رقمی که متوالی هست باید نور بانیم و بجای یک رقمی که متوالی نبوده صفر بانیم. به تعداد ارقام متوالی 9 و به تعداد ارقام غیر متوالی 0. اگر از 135 یک را کم کنیم 134 میمانه بر 990. اختصار سوال به 2 امکان پذیر است و کار کرده میتونید. مثالی که در آخر آمده 0.135 تنها 5 سوال متوالی است. خب در حل این سوال هم ما ابتدا 135 را نوشته میگنیم منفی ارقام غیر متوالی، این بار 13 متوالی نبوده، منفی 13. مخرج به این دلیل که یک رقم متوالی داریم 1 تا 9 و دو رقم غیر متوالی داریم 2 تا 0 باید نوشته شود. اگه تفریق سوال کار کنیم، از 5 که 3 را کم کنیم 2 باقی میمانه، 2 باقی، و اگر ما از 3 یک را کم کنیم هم 2 باقی، 1 خودشه بر 900. که این سوالم به 2 قابلیت اختصار داره و شما اختصار سوال کار کرده میتونید. سوالاتی که کار شد مربوط به تبدیل عدد اعشار به کسر عام بوده. این موضوع دارای اهمیت هست و شما کوشش کنید مثال‌های را بیشتری را کار کنید تا این موضوع همیشه در ذهنتان بمانه. خب حالا این بار یک سوال دیگر ما کار می‌کنیم از تبدیل کسر عام به اعشار و امتحان سوال. ابتدا یک کسر عام را به اعشار تبدیل می‌کنیم و بار دیگر امور امتحانش را کار می‌کنیم که آیا صحیح حل شده یا نه. سوالی که آمده 2/15 هست. گفته شده که 2/15 را به عدد اعشار تبدیل کنید. 2/15 کسر عامه. در تبدیل کسر عام به عدد اعشار یک قانون داریم و او هم تقسیم صورت بر مخرج هست. یعنی در حل این سوال ما باید 2/15 تقسیم کنیم. صورت تقسیم بر مخرج. 2/15 نمیرسه. اینجا 0 و اینجا 0.0 را بانید. خب ادامه سوال، 20/15 یک میرسه، 1/15 هست و اگه منف شود 5 باقی میمانه. خب با 0 بانید 50/15 3 میرسه، 3/15 45 و اگر منف شود 5 باقی میمانه. خب دقت کنید تا این قسمتی که کار کردیم ادامه سوال پس تکرار همین موضوعه. هر مرحله 5 باقی میمانه و در خارج قسمت 1 آمده و 3 تکرار شده میره. رقم 3 تکراریه. پس این سوال مساویه با 0.13 متوالی. 0.13 متوالی. خب حالا موضوعی که در این قسمت کار میشه برعکس امتحان سوال، ما باز همین عدد اعشار متوالی را باید پس به کسر تبدیل کنیم و همین نتیجه حاصل شود. 0.1 سوالی که آمده 0.1 3 متوالی هست. شما تبدیل این سوال به کسر عام را یاد گرفتید. 0.13 متوالی عدد متوالی مرکب گفته میشه. اول 13 را در صورت نوشته میگنیم 13 منفی 1، منفی رقمی که متوالی نبوده، منفی 1. بجای 3 که متوالی هست ما باید 9 را بانیم، بجای 1 که متوالی نبوده 0 را بانیم. اگر از 13 1 را کم کنیم 12 باقی میمانه، 12/90 و 12/90 قابلیت اختصار داره. این سوال به 2، به 3 و به 6 پوره اختصار شده میتونه. بهتر از اختصار به عدد بزرگتر، یعنی به 6 کار کنید. 12/6 2 مرتبه و 90/6 اگه تقسیم شه 15 میرسه. در نتیجه حاصل این سوال مساوی به 2/15 هست. درس امروز ما مربوط به تبدیل عدد اعشار به کسر عام بوده. درس ها را حتما تکرار کنید. انشالله در برنامه های بعدی موضوعات مربوط به نسبت تناسب فیصد خوانده میشه. تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم.